بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر. از طریق شبکه جهانی لمر با شما هستیم با پخش مسابقات لیگ برتر فوتسال کابل، رقابت‌هایی که چهارمین روز خودش را سپری خواهد کرد. در سه روز گذشته رقابت‌ها این نتایج رقم خورد: در روز نخست بازی افتتاحی صداقت موفق شد 5-1 فیصل شریف را ببره، در روز دوم طوفان وزیرآباد در یک بازی فوق‌العاده تماشایی موفق شد با حساب نزدیک 5-3 صدیقی را شکست بده، و در روز سوم بازی‌ها دیروز شمس میرزایی در یک بازی یک طرفه 10-3 دانشگاه دنیا رو شکست داد تا خودش را یکی از مدعیان این فصل رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کابل معرفی کنه. با هم جدول نتایج و گلزنان رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کابل تا اینجا را مرور کنیم. در گروه الف مسابقات شمس میرزایی با 3 امتیاز تفاضل گل مثبت 7 تیم اول هست، صداقت با همین تعداد امتیاز و تفاضل گل مثبت 4 تیم دوم هست، فیصل شریف با تفاضل گل منفی 4 تیم سوم، و دانشگاه دنیا با تفاضل گل منفی 7 و بدون امتیاز تیم چهارم جدول هست. در گروه ب مسابقات، گروهی که طوفان وزیرآباد با 3 امتیاز و تفاضل گل مثبت 2 اول هست، امرخیل و ظاهر اسد امروز به مسافه هم خواهند رفت و صدیقی هم با تفاضل گل منفی 2 و بدون امتیاز تیم چهارم جدول هست. حالا جدول گلزنان برتر را با هم مرور کنیم. در صدر جدول گلزنان محمد حسین حسنپور هست. این بازیکن 4 گل دیروز به ثمر رساند. محمد رضا کریمی و مشتبه از تیم‌های صداقت و شمس میرزایی 3 گل را به ثمر رساندند. در رده‌های بعدی هستند سیر هاشمی، نورالله امید و حسین علیزاده. دو گل‌های رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کابل تا اینجا هستند. اما مساف امروز بین تیم‌های امرخیل و ظاهر اسد برگزار خواهد شد. آخرین بازی که در دور اول رقابت‌های مرحله گروهی برگزار میشه، هر دو تیم از تیم‌های پرمهره و مدعی رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کابل هستند. ظاهر اسد یکی از تیم‌های مدعی رقابت‌های این فصل هست، با این تیم بیشتر آشنا خواهیم شد. نام تیم ظاهر اسد، نام مؤسس امید چاقل، تاریخ تأسیس 1393، محل تأسیس سرک 8 قلعه فتح الله، جمنازیوم ستارگان آزادی. لیگ فوتسال است چون تیمای خوبی با آماده، 8 بهترین های کابل است، ما آمادگی های زیادی داریم، به خاطر همین که آمدیم که انشاءالله اگر خدا بخواهد و با کمک بچه ها بتانیم که از اینجا یک نتیجه بگیریم و برای باشگاه خود ببریم. افتخارات دارنده کپ قهرمانی تورنمنت وحدت وزیرآباد، کسب کپ اخلاق از تورنمنت و نایب قهرمانی جام رمضانی 1393، نایب قهرمانی جام زمستانی سال 1394. سطح مسابقات امسال 1396 بسیار بالا، هر تیم آمادگی خاص خود گرفته و تیم ظاهر اسد هم تمرینای هر روز داره با امید یک نتیجه عالی در مسابقات لیگ فوتسال کابل. قهرمانی در تورنمنت نوروزی در ولایت بلخ. وضعیت فعلی: تمرینات منظم و جذب بازیکنان جدید و جوان برای درخشش خوب در لیگ برتر کابل. مربی فعلی تیم: مربی امید چاقل. مدت 5 سال میشه فوتسال بازی میکنیم و امسال سطح فوتسال بالاست و تیم‌ها آمادگی های خاص خود دارن و ما هم تمرین متداوم داشتیم و با امید از اینکه کپ قهرمانی را مبارک. شما رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کابل را می‌بینید از طریق شبکه تلویزیونی لمر. اگر علاقمند فوتسال هستید و می‌خواهید که مسابقات فوتسال کابل را از نزدیک تماشا کنید، می‌توانید به فدراسیون فوتبال افغانستان تشریف بیاورید. جمنازیوم فدراسیون ملی فوتبال کشور میزبان رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کابل هست. اما آقای امیدشاه شاقل، سرمربی تیم ظاهر اسد، با ما هست. صحبت خواهیم کرد در رابطه با آمادگی‌های این تیم برای این فصل از رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کابل که حال و هوایی کاملاً متفاوت داره. سلام، خوش آمدید. صحبت کنید در رابطه با تیم ظاهر اسد و آمادگی‌هایی که تیم شما داره برای این فصل از مسابقات. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. امید شاقل هستم، سرمربی تیم فوتسال ظاهر اسد. تیم ما آمادگی‌های خاص دارد. آمادگی بسیار زیاد گرفتیم، در حدود 2 ماه است که ما متواتر تمرین های ما ادامه داره، در هر روز 2 بار تمرین داریم و
بچه های ما آمادگی های خاص را گرفتیم به خاطر این تورنمنتی که برای ما گذاشتن. و آیا بازیکن یا ستاره ای از دیگر تیم ها به تیم شما اضافه شد در این فصل از مسابقات؟ یک بازیکن ما از تیم ظهور به اسم ظهور بود، از او خواستیم گرفتیم. بس دیگر بازیکن های ما همیشه از خودمون بوده، همیشه وقت با ما بازی کردن. چگونه می‌بینید برگزاری مسابقات این فصل را با توجه به اینکه مسابقات نشر تلویزیونی هم داره و کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان به حال برنامه‌های خاصی را برای این فصل از مسابقات داشته؟ مسابقات که بسیار خوب است، ساعت مسابقات بالاست، بسیار اساس است که تلویزیون ها پخش مستقیمیشون خوب است، برای تیم ها بسیار خوب است، برای ما خوب است. تشکر از جناب استاد صافی و همچنین از دیگر دستان در کارا که زمینه را برای ما مساعد ساختند. این زمینه برای ورزشکارا که مساعد شد، روز به روز سطح ورزش فوتسال در افغانستان رشد میکنه. فوتسال یک ورزش بسیار خوب است، اما باید به این توجه کنه. تشکر. و سوال آخر، تیم امرخیل حریف شما در بازی امروز، این تیم را چگونه میبینید و نتیجه بازی امروز را آیا میتونید پیش بینی کنید؟ پیش بینی کردن فوتسال سخت است. تیم امرخیل تیم نامداری است، تیم خوبی است، تیم است که از قدیمی ترین تیم است، تیم خوب است. توکل به خدا، هیچ مربی دوست نداره که ببازه. ما هم همچنین میخواهیم که با ان شاء الله و رحمان بچهای ما پیروز گردن. شما سلامت باشید آقای امیدشاه شاقول، سرمربی تیم فوتسال ظاهر اسد، بخیر باشید. اما تیم دیگری که امروز در رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کابل حضور خواهد داشت، امرخیل هست، قدیمی ترین تیم حاضر در رقابت‌ها. با این تیم بیشتر آشنا خواهیم شد. نام تیم امرخیل که قبل از سال 93 به نام اتفاق، نام مؤسس استاد اسماعیل حیدری، تاریخ تأسیس 1370، محل تأسیس شهر قم ایران، افتخارات کسب مقام های قهرمانی در اولین جام رمضان شهرک امید سبز کابل، کسب مقام های دومی سومی در تورنمنت های مناسبتی و فصلی در رمضان کابل. تیم امرخیل یک تیم ریشه‌دار است و انشالله بخشی از مسابقات این دوره بسیار آمادگی کامل گرفته که انشالله ببینیم چی میشه در کدی مسابقات. کسب مقام قهرمانی در سال 93 در لیگ الف کابل و کسب جواز حضور در لیگ برتر کابل. معرفی بازیکنان با استعداد مانند حمید رضایی به تیم ملی در مسابقات المپیک آسیایی ماکائوی چین 2009 و احمد رضایی به منتخب کابل. منیر کبیری و محمد اکبری و سهراب حمیدی به منتخب کابل. ما دستاوردهای خوبی داشتیم در جام‌های مختلف در سطح کابل و بسیار تشکری خاص میکنیم از فدراسیون فوتبال افغانستان که زمینه ای را فراهم کرده برای جوانان تا بتوانند یک رقابت سالم داشته باشند. وضعیت فعلی، تمرینات منظم و فشرده و داشتن جمنازیوم اختصاصی و امکانات خوب برای حضور قدرتمندان در لیگ. مربی فعلی استاد جعفر رضایی. ما توانستیم در دور گذشته لیگ برتر شهر کابل مقام سوم از آن خود کنیم و تیم ما با یک آمادگی خاص وارد این مسابقات شده و انشالله که به امید کمک خداوند بتوانیم قهرمانی را بگیریم. بخیر. شما بیننده رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کابل هستید، مسابقاتی که با شعار مبارزه علیه قاچاق انسان در حال برگزاری است. آقای جعفر رضایی مربی تیم فوتسال امرخیل اینجا با ما هست، صحبت خواهیم کرد در رابطه با این تیم و کیفیت تیم‌های حاضر در مسابقات را هم از آقای رضایی سوال خواهیم کرد که چگونه است. سلام، وقت بخیر، خوش آمدید. تیم شما امروز برای بازی نخست مقابل ظاهر اسد قرار خواهد گرفت. چقدر آماده هستید برای بازی نخست و رقابت‌های مرحله گروهی؟ ما بالاخره می چند وقت آمادگی خود را گرفتیم، در یکی دو ماه تمرین رو داریم به اصطلاح و تیم مقابل هم تیم خوب است، تیم ظاهر اسد تیم پرموری خوب است. ما بالاخره آمادگی گرفتیم بخش مسابقه امروز. بخیر. چه بازیکنانی به حال ستاره های تیم شما خواهند بود در این مسابقات؟ هستن بچه‌ها، بالاخره کل بازی شد در یک سطح هستن. بالاخره امید حیدری است و صادق جان رضایی و سهراب جان، اینا بازیکنای خوبی هستن. سطح کیفی مسابقات را در سه روزی که از زمان بازی سپری شده چگونه دیدید آقای رضایی؟ سطح مسابقات بسیار بالاست به خاطر که در بیشتر تیم ها به اصطلاح بازیکنان ملی پوش هستند و بسیار کیفیت مسابقات خوبی هستند و از کمیته فوتسال خیلی تشکر می‌کنیم که مسابقات دایر کرد با این کیفیت و از تلویزیون لمر.
خیلی تشکر می‌کنم. شما سلامت باشید. بازی نخست این گروه بین تیم‌های طوفان وزیرآباد و صدیقی برگزار شد. طوفان وزیرآباد برد. پیروزی در این مسابقه چقدر می‌تونه مهم و سرنوشت ساز باشه برای صعود شما به نیمه نهایی؟ بالاخره بازی چیز است که گروهی است که بعد بازی هر کس می‌تونه بازی خود ببره. ان شاء الله ما هم سعی می‌کنیم که ببریم. بازی است که فوتبال. شما سلامت باشید آقای جعفر رضایی، مربی تیم فوتسال اماخیر، و خیر باشید. بیننده های عزیز، تا دقایق دیگر مسابقه فوتسال تیم های امرخیل و ظاهر اسد از گروه ب مسابقات برگزار خواهد شد و تقدیم شما خواهد شد در 12 روز از قوس سال 96. لحظات برتر بازی دیروز را میبینیم در ادامه وقفه و بعد از وقفه با گزارش مسابقه تیم های امرخیل و ظاهر اسد با شما هستم. لطفا نام خدا شروع میکنیم گزارش دیدار تیم های فوتسال امرخیل و ظاهر اسد، دیداری از گروه ب مسابقات لیگ برتر فوتسال کابل، رقابتی که با شرکت 8 تیم برگزار میشه. باید ببینیم در مسافه زردپوشان و آبی پوشان چه اتفاقاتی رو خواهد داد. امرخیل با لباس های آبی رنگ و آن طرف ظاهر اسد با لباس های زرد رنگ. تیم داوری مسابقه را شما میبینید. داور اول آقای تمیم حسینی هست، علی جعفری داور دوم، غلام صمدی داور سوم و لطیف نظری هم یکی از داوران این بازی هست. عکسی که بدگار گرفته میشه آقای زیا حیدری هم نگه دارنده زمان هست در این بازی. چهارم روزی مرحله گروهی رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کابل. در ترکیب اصلی امرخیل محمد اکبری، منیر کبیری، احمد رضایی، امید حیدری و پوپل و جمال زای قرار دارند. ما آن طرف سعید مهدی هاشمی،
ربیع الله محمد، سمیر محسن، فردین رامکی و سید علی اکبر عمرانی هم بازیکنان اصلی ظاهر اسد هستند برای این دیدار. آقای جعفر رضایی سرمربیه از ما طرف امید شاهقل سرمربی تیم فوتسال ظاهر اسد هست. حلقه اتحاد زردپوشان این نخستین بازی دو تیم هست در مرحله گروهی رقابت های این فصل لیگ برتر کابل. در سه بازی گذشته رقابت ها صداقت 5-1 فیصل شریف را برد، طوفان وزیرآباد 5-3 موفق به شکست صدیقی شد و شمس میرزایی هم با نتیجه پرگل 10-3 دانشگاه دنیا را شکست داد. رقابت ها در جمع‌نازیوم فدراسیون ملی فوتبال کشور در حال برگزاری هست. دعوت میکنم از علاقمندان به فوتسال که اگر دوست دارن مسابقات از نزدیک تماشا کنن بیاین و جمع‌نازیوم فدراسیون ملی فوتبال افغانستان به مسابقات را از این مکان ببینن. ظاهر اسد در مقابل امقیل در چهارمین بازی مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر فوتسال کابل، تیم زرد پوش ظاهر اسد و آن طرف تیم آبی پوش امقیل که بازی را از چپ به راست دنبال خواهد کرد و بازی در نیمه اول این تیم آغاز خواهد کرد. در نیمه اول این بازی ظاهر اسد از راست به چپ توپ خواهد زد. بازی هم آغاز شد. باید ببینیم این مسافته نتیجه خواهد داشت. توپ در اختیار زردپوشان هست. بازیکن 13 سید علی اکبر عمرانی صاحب توپ در سمت چپ، پاس برای یار هم تیمی حالا 11 فردین رامکی، 10 محمد سمیم محسن، فردین رامکی، محسن و توپی که رامکی موفق نشد مهار کنه. وزیر پوپال جمالزای آغاز میکنه. تو با محمد اکبری، ضربه بلند محمد اکبری، تو این طرف در اختیار سعید مهدی هاشمی قرار گرفت. سعید علی اکبر عمرانی ظاهر اسد در رقابت های نوروزی ولایت بلخ در سالی که سپری شد به مقام قهرمانی رسید. این تیم نایب قهرمان جام زمستانی سال 94 هم هست در شهر کابل. توپ در اختیار بازیکنان زردپوش هست. محمد سمیم محسن و حالا خطایی که داور اعلام میکنه. حسین یک لحظه قطع ارتباط با امید حیدری. محمد سمیم محسن خود این سابقه توب از ضربه ای که زده شد و در بین راه دخالت فردین رامکی. بس هم بازیکنان ظاهر اسد با توپ رسیدند. سید اکبر عمرانی فردین رامکی رو در سمت چپ سر توپ کرد. بس هم عمرانی بازیکنی هست که در مرکز میدان سر توپ سمت راست حرکت یک و دو موفق این ضربه که به پای دروازه هم برخورد کرد. کانری که نصیب ظاهر اسد شده توپ از سمت راست ارسال شد. فرصت و ضربه فردین رامکی روی ارسالی که سید علی اکبر عمرانی داشت به بیرون رفت. 3 دقیقه از زمان مسابقه تقریبا سپری شده و همچنان 0-0 مساوی. منیر کبیری توپ را از دست داد. 10 محسن عمرانی خود سید علی اکبر عمرانی یک لحظه قطع ارتباط. باز هم بازیکنان ظاهر اسد با فردین رامکی توپی که از ربیع الله گرفتند. حالا بازیکنان تیم فوتسال امرخیل و ضربه‌ای که پوپال جمال زنگ زد و توپی که به بیرون از میدان رفت. هر دو تیم بازیکن ملی پوش در اختیار ندارند. باید ببینیم بعد از برگزاری این مسابقات، مسابقاتی که
زیر نظر کادر فنی تیم ملی فوتسال هم هست. چه بازیکنانی در نهایت به جمع ملی پوشان اضافه خواهند شد. حرکت بالا بازیکنان زاهر اسد هست، عمرانی و توپی که برگشت. بازم سعید علی اکبر، عمرانی بازیکنی است که صاحب توپ هست، پاس بره ربیع الله و توپی که در نهایت محمد اکبری در اختیار میگیره. این پرتاب بلند این طرف، توپ سید مهدی هاشمی رسید. بازم بازیکنان امرخیل در حال تدارک دیدن یک موقعیت دیگر بودند. این پاس رو بقه جایی که احمد رضایی هست، پاس احمد رضایی برای یار همتیمی موفق نشد. امید حیدری توپ را به صورت کامل در اختیار بگیره. حالا ضد حمله فرصت برای محمد سمی، محسن هست، خود محسن بازیکن هفتم به ترکیب اضافه شد. صادق صادقی از زاهر اسد، ضربه صادقی با فاصله و بیرون رفت. شما بیننده رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کابل هستید. الکوزای جنسینگ انرژی درینک، رقابت‌هایی که با شعار مبارزه علیه قاچاق انسان در حال برگزاری هست. محمد اکبری ضربه مستقیماً به بیرون میره. سید مهدی هاشمی از رفتن توپ و موقعیت و توپی که این طرف به همتای او رسید. چریاق رضایی را میبینید، جعفر رضایی سرمربی تیم فوتسال امرخیل، تیمی که سال 1370 تأسیس شده، قدیمی ترین تیم حاضر در این رقابت ها. ربیع الله، علی اکبر عمرانی بازم ربیع الله را صاحب توپ کرد. بازم برای یار همتیم یک حرکت اولی و خطایی که اعلام میشه به نفع زاهر اسد، خطا بالای محمد سمیم محسن اعلام شد. امید شاخول نمیبینید. تقریبا از فاصله 10 متری به توپ ضربه خواهد زد سید علی اکبر عمرانی. این ضربه آزاد مستقیمی که با برخورد با دیوار دفاعی همراه شد. چهره سید علی اکبر عمرانی رو میبینید. این طرف توپ رسید با محمد اکبری. حرکت برای بازیکنان امرخیل بود، بی ثمر. سعید مهدی هاشمی چه پاسی، چه فرصتی داره تیم فوتسال زاهر اسد. ببینیم چگونه استفاده خواهد کرد. هنوز موقعیت هست و توپی که با برخورد با مهدی اکبری با بیرون رفت. تو سه تا فرصت پی هم داشت این زاهر اسد. ضربه صادق صادقی و برگشت توپ، بازم صادقی صاحب توپ هست در سمت راست، مقابلش احمد رضایی. ربیع الله، صادقی، این ضربه او به این شکل به بیرون رفت. کانر هم به دست آمد برای زاهر اسد. این موقعیت قبلی هست، فرصتی که تیم زردپوش داشت، در صورتی که همچنان صاحب موقعیت هست زاهر اسد. پر بازیکنان امرخیل در اختیار گرفتند. سمت چپ نسیم محمدی صاحب توپ، ضربه نسیم محمدی با برخورد با بازیکنان زاهر اسد به بیرون رفت. کانر از سمت راست خواهد بود. 10 وارث رستم‌زاده همچنان موقعیت هست. توپ برای بازیکنان زاهر اسد، تو در مقابل یک و صادق صادقی و حالا گل. گل برای زاهر اسد. در نهایت حملات پرتعداد زاهر اسد جواب داد و این تیم موفق شد دروازه حریف خودش را باز کنه با گلی که صادق صادقی
با ثمر رساند. اولین گل این مسابقه برای تیم زردپوش. اینجا این اشتباه از وارث رستم‌زاده و توپی که در نهایت به این صورت گل شد. بازیکنان اخیر قطع ارتباط، حرکت، ببینیم چه خواهد شد. فرصت دیگری که ظاهر اسد داشت و خطایی که بازیکن چهار انجام داد. غلام عباس نظری ربیع الله بازیکنی بود که خطا را انجام داد. و بازم خطای دیگر، این بار از علی اکبر عمرانی، در صورتی که شما صحنه قبلی را دیدید سید علی اکبر عمرانی خطای دیگر کرد. ده احمد رضایی فرصت برای زدن گل مساوی و توپی که تبدیل به کارنر شده از سمت چپ. 10 دقیقه زمان مسابقه در نیمه اول سپری شد. 15 دقیقه تا پایان. امید حیدری، احمد رضایی، فرصت هست. این ضربه پوپل جمالزایی با برخورد به بازیکنان ظاهر اسد و بیرون رفت. باز هم ارسال تیر دوم، ضربه سری که توپ را به بیرون فرستاد. منیر کبیری، توپ از سمت راست ارسال خواهد شد. این ارسال زمینی توپ، دفاع از بازیکنان ظاهر اسد و خطایی که داور اعلام کرده به نفع ظاهر اسد. علیرضا حسینی بازیکنی است که دچار مصدومیت شده. تکرار را ببینیم. اینجا برخورد بود، برخورد پوپل جمالزایی با علیرضا حسینی. بازم بازیکنان اماخیل که به دنبال رسیدن به گل مساوی هستن. اشتباه، فرصت برای زدن گل دوم و این هم گل دوم. 2-0 شد کار و باز هم صادق صادقی گل زد. 2 گل تا اینجا برای این بازیکن و برای ظاهر اسد به ثبت رسیده. در شایدی که اماخیل حمله میکرد، اینجا علی اکبر عمرانی موفق شد توپ را بگیره. پاس او برای یار هم تیمی و صادق صادقی که گل دوم را هم به ثمر رساند. تا اینجا رقابت ها بازی روز گذشته شمس میرزایی و دانشگاه دنیا پرگلترین مسابقه رقابت ها بوده. نتیجه را میبینید، ظاهر اسد 2 اماخیل 0. احمد رضایی، توپ در اختیار سعید مهدی هاشمی قرار میگیره. باز هم فرصت برای صادق صادقی که میرفت هتریک کنه. توپی که با دخالت محمد اکبری دروازه‌بان اماخیل با بیرون رفت. سعید علی اکبر عمرانی، محمد اکبری با توپ رسید. بازیکن 5 امید حیدری، خدا امید حیدری صاحب توپ. پاس برای یار هم تیمی احمد رضایی. حالا 9 صاحب توپ هست. فرصت برای بازیکنان اماخیل و توپی که با اشتباه دروازه‌بان در دروازه قرار گرفت. گلی که بازیکن 8 به ثمر رسان. منیر کبیری موفق شد گلزنی کنه. از نظر ما دودو مساوی شد. نتیجه کار 2-1 شد. 3 گل تا اینجا. این ضربه‌ای که زده شد و به این صورت دروازه‌بان اشتباه کرد و توپ از بین پاهایش داخل دروازه قرار گرفت. این گل بازی رو جذاب‌تر خواهد کرد. باز هم منیر کبیری و توپی که این بار سعید مهدی هاشمی در اختیار میگیره. صادق صادقی فرصت داره، پاس برای یار هم تیمی بازیکن 10 محمد صمیم محسن. حالا علی اکبر عمرانی، محسن و توپی که
محمد اکبری با بیرون فرستاد. واکنش خوب دروازه‌بان امرخیل در مقابل ضربه‌ی عمرانی. سید اکبر عمرانی توپش با پای چپ زده شد و به بیرون رفت. بازیکنان امرخیل فرصت دارند و ضربه‌ای که امید حیدری زد توسط سعید مهدی هاشمی مهار شد. صادق صادقی، احمد رضایی توپ رو گرفت. صادقی، محسن رو به عقب جایی که عمرانی هست، باز هم صادق صادقی، علی اکبر عمرانی در خط دفاعی. توپ از دست رفت. حالا بازیکنان امرخیل صاحب توپ، خطایی در کار نیست و کار پیگیری خواهد شد. صادق صادقی صاحب توپ، ببینیم چگونه استفاده خواهد کرد از این موقعیت. 3 در مقابل 3 بازیکن 6. حالا به توپ رسید در غلام عباس نظری، فرصت هست برای بازیکنان ظاهر اسد. صادق صادقی، علی اکبر عمرانی، غلام عباس نظری، بازم سید علی اکبر عمرانی صاحب توپ هست. توپ رسید به صادق صادقی عمرانی نظری، علی اکبر عمرانی. صادق صادقی هم به توپ نرسید. توپ در اختیار امرخیل قرار میگیره. منیر کبیری با احمد رضایی، احمد رضایی صاحب توپ هست، مقابلش صادق صادقی، امید حیدری، احمد رضایی. پاس بی ثمر در صورتی که کسی نبود. تغییر در ترکیب امرخیل. سهراب حیدری، سهراب امیدی بازیکنی است که به ترکیب اضافه میشه. سید علی اکبر عمرانی، نو علیرضا حسینی پرازیس داد، فرصت هست برای زدن گل مساوی با ضربه ای که احمد رضایی زد، با فاصله به بیرون رفت. این احمد رضایی هست، شماره 10 امرخیل. رضایی، محمد اکبری، مرکز میدان، پاس برای یار هم تیمی صادق رضایی، احمد رضایی. تو برخورد به سید علی اکبر عمرانی. کمتر از 10 دقیقه تا پایان نیمه اول زمان باقی مانده. احمد رضایی، توپ توسط علی اکبر عمرانی برگشت داده شد. حالا صادق صادقی به توپ رسید، یک نفر عوض پیش رو برداشت، پس او در نهایت با دخالت سهراب حمیدی نرسید به یار هم تیمی. منیر کبیری، حمیدی، احمد رضایی، صادق رضایی. حالا صاحب توپ هست. احمد رضایی، بازیکنان ظاهر اسد، حالا صاحب توپ سید علی اکبر عمرانی، پاسو برای یار هم تیمی غلام عباس نظری. صادق صادقی، حالا صاحب توپ، فرصت حتی برای شوت زنی. این ضربه و مهار توپ توسط محمد اکبری. خطا 3 در مقابل 3 در مصاف تیم های ظاهر اسد و امرخیل در رقابت های لیگ برتر فوتسال کابل. ضربه یه سهراب حمیدی و توپی که سعید مهدی هاشمی در اختیار میگیره. حرکت برای بازیکنان بازیکنان امرخیل و ضربه‌ای که دیدیم چگونه با بیرون رفت. تایم اوتی که گرفته شد، 8 دقیقه بر
نیمه اول از بازی زهر اسد و امرخیل باقی مانده، 8 دقیقه و 25 ثانیه. بازی دو بر یک، بازی نزدیک تیم های زهر اسد و امرخیل، در صورتی که حملات زهر اسد بیشتر بود تا اینجای کار و بیشتر هست تا این لحظه است. این دیدار هر دو گل زهر اسد توسط صادق صادقی و ثمر رسید و آن طرف هم منیر کبیری موفق شد گلزنی کنه برای امرخیل. مطمئنن هرچه از بازی ها بگذره و به مراحل حساس‌تر نزدیک‌تر شویم بر جمعیت تماشاگر حاضر در ورزشگاه هم افزوده خواهد شد و فکر می‌کنم یکی از دلایل کمتر بودن تماشاگران هم امتحانات هست. امتحانات تمام شده مطمئناً تماشاگر بیشتری خواهد آمد برای تماشای مسابقات. جهره تمیم حسینی رو دیدید اینجا، علی اکبر عمرانی با سعید بختی هاشمی، باز هم سعید علی اکبر عمرانی بازیکنی است که صاحب توپ هست در سمت راست. یک لازم میرفته باز اسپیرا صادق صادقی مقابل سهراب حمیدی هست. صادق صادقی چه خواهد کرد؟ بازی دروازه هست. سعید بختی هاشمی برای غلام عباس نظری، علی اکبر عمرانی، قطع ارتباط، سهراب حمیدی، ضربه سرش خیلی دقیق نبود. به باز هم بازیکنان زهر اسد در اختیار گرفتند. صادق صادقی و تو بگه از دست رفت. چه فرصتی داره امرخیل برای زدن گل مساوی. یک فرصت کاملا ایدئال خوب را از دست دادن بازیکنان امرخیل. پاس نچندان جالب منیر کبیری و تو بگه از دست رفت در نهایت. تا همچنان نتیجه 2-1 باشه. این طرف گل سوم زهر اسد هم رقم نخورد. ضربه‌ای که علیرضا حسینی به توپ زد. بازیکن امرخیل صاحب توپ هستند. ببینیم اینجا این پاس آخر جالب نبود، موفق نشد کاری انجام بده صادق رضایی روی پاسی که منیر کبیری داد. علی اکبر عمرانی بازیکن خوبی نشان داد. علی اکبر عمرانی، صادق صادقی، سید علی اکبر عمرانی مقابلش منیر کبیری هست. مسابقه جالب نبود. توپ را بازیکنان امرخیل و در ادامه مجددا بازیکنان زهر اسد در اختیار گرفتند. حرکت برای تیم زردپوش میدان هست. سعید علی اکبر عمرانی از یک بسکون گذشت، سعبش برخورد که با سهراب حمیدی. چه فرصتی باز هم برای امرخیل. سهراب حمیدی بازیکن هشت منیر کبیری را صاحب توپ کرد. فرصت هست برای کبیری و امرخیل، ببینیم چگونه استفاده خواهد کرد. این اشتباه، فرصت ایدئال این طرف برای زهر اسد و توپی که صادق صادقی از دست داد و موفق‌تر محمد اکبری از دروازه‌بان هم گذشت، اما توپ گل نمیشه. صادق صادقی پاس برای بازیکن شش و توپی که ببینیم چه سرنوشتی خواهد داشت. با چنگ و دندان دفاع کرد. غلام عباس نظری هم موفق نشد دروازه حریف را باز کنه در 5 دقیقه تا پایان از زمان این مسابقه. توپ در اختیار بازیکنان زهر اسد هست. پاس رو عقب. امرخیلی ها حالا به توپ رسیدند. سهراب حمیدی خوب بازی میکنه در ترکیب امرخیل. تعویضی که انجام شد توسط آقای جعفر رضایی، باز هم اشتباه.
بازیکن نه این گل به توپ رسید علیرضا حسینی و حالا گل. گل سوم به ثمر رسید با علیرضا حسینی. نتیجه کل 3-1 شد. یک اشتباه، یک توپ ربایی و در نهایت باز شدن دروازه عبرخیل برای سومین بار. این اشتباهی انجام شد در ادامه. خروج محمد اکبری هم کارساز نبود و گل سوم برای ظاهر اسد. سهراب حمیدی، بازم سهراب حمیدی، بازیکن چهار توپ رها کرد با پال جمالزی. محمد اکبری بازی رو متوقف کرد به نفع عمرخیل. ببینیم چگونه از این فرصت استفاده خواهد کرد عمرخیل. این پاس برای یوان همتیمی و ضربه جمالزی که با فاصله و بیرون رفت. نمایی از جمنازیوم فدراسیون ملی فوتبال کشور که میزبان رقابت ها هست و تماشاگرانی که بر تماشای این رقابت ها به فدراسیون فوتبال افغانستان آمدند. صادق رضایی پاس رو برای جمالزی، باز هم صادق رضایی، سهراب حمیدی، صادق رضایی را باز هم سر به توپ کرد. فرصت هست برای اونی به کبیری و ضربه او که به این صورت با بیرون میره. حرکت باره بازیکنان عمرخیل هست. سهراب حمیدی سمت چپ موفق به مهار توپ نشد. منیر کبیری 2 دقیقه تا پایان. شما به گونه زنده مسابقات لیگ برتر فوتسال کابل را از طریق شبکه جهانی لمر تماشا میکنید. صادق رضایی صاحب تو پاس برای یار هم تیمی. فرصت برای جمالزی. این ضربه جمالزی برخورد میکنه با بازیکن ظاهر اسد. بازم جمالزی توپال جمالزی مونیر کبیری و ضربه‌ای که با بیرون از میدان میره. نه صاحب توپ هست علیرضا حسینی. ضربه علیرضا حسینی در شد که اجازه شوزنی به او داده شد. دیدیم به چه صورت با بیرون رفت. حرکت بله بازی کنانه ظاهر اسد بود و از دست رفت. حالا عمرخیلی ها و سهراب حمیدی صاحب توپ در سمت چپ. نوحی تیم صادق رضایی و سهراب حمیدی صاحب توپ میشه. صادق رضایی پاس برای پوپل جمالزی و توپی که پاس رو بقیب قلم داد شد توسط داور بازی و یک موقع خوب در اختیار بازی کنانه عمرخیل قرار میگیره در 20 ثانیه تا پایان. این شاید آخرین موقع عمرخیل باشه برای زدن گل دوم. سهراب حمیدی فرصت و توپی که با بخت و اقبال ظاهر اسد گل نشد. بازی هم تمام هست و اینجا میسل پایان مسابقه در نیمه اول برتری 3-1 ظاهر اسد مقابل عمرخیل. وقفه ای خواهیم داشت. بعد از وقفه در جریان استراحت دو تیم در بین دو نیمه با ما همراه باشید. ظاهر اسد 3-1.
وقت شما بخیر باشه. بازی در نیمه اول با نتیجه 3-1 به نفع امرخیل و به نفع ظاهر اسد البته به پایان رسید و امرخیل نیمه اول را باخت. بعد ببینیم در نیمه دوم چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. سیدعلی کاظمی عزیز مسئول کمیته کامپیتیشن یا رقابت فدراسیون فوتبال افغانستان با ما هست. البته هنوز هم مسئولیت کمیته نشرات را بر عهده خواهند داشت. فکر میکنم آقای سیدعلی کاظمی عزیز. سلام، وقت بخیر، خوش آمدید. سلام عرض می‌کنم قیصری هستم خدمت شما، خدمت هم بیننده عزیزان. سلامت باشید. رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کابل امسال متفاوت برگزار میشه. نشر تلویزیونی داره و به حال برنامه‌های خوبی را روی دست گرفته کمیته فوتسال فدراسیون ملی فوتبال افغانستان و فدراسیون ملی فوتبال کشور. چی شد که به چنین تصمیمی رسیدید؟ بعد از فعالیت‌هایی که فدراسیون فوتبال افغانستان داشت و بخصوص برنامه‌های بلند مدتی که روی دست داشت، فوتبال ورزش نیست که زود نتیجه بده. به همون دلیل برنامه بلند مدت خیلی زیاد داریم و هر کدام باید جداگانه روش کار بشه که بعد از لیگ برتر فوتبال افغانستان فدراسیون فوتبال افغانستان تصمیم گرفت که در بخش فوتسال هم بتونه که یک لیگ متفاوت تر و جذابتر داشته باشه. متشکری میکنم از تمام همکارانمان و بخصوص همکار رسانه‌ای ما که همیشه در خدمت در کنار فدراسیون فوتبال افغانستان است، موبی گروپ که در بخش‌های مختلف لیگ برتر و همچنان لیگ فوتسال هم لبیک گفت و در کنار فدراسیون فوتبال افغانستان بود و همچنان از کسانی که در این مسابقات حضور داشتن و بخصوص با شعاری که داریم مبارزه علیه قاچاق انسان که میتونیم که ورزش و بخصوص فوتبال پیام رسان بخش‌های مختلف در افغانستان باشه. شما سلامت باشید. کادر فنی تیم ملی فوتسال از نزدیک مسابقات را تماشا میکنه و آیا در پایان این بازی‌ها بازیکنان جدیدی به تیم ملی فوتسال ما دعوت خواهد شد؟ جالبی همی است وقتی که تیم‌ها فهمیدن که پخش زنده است و مسابقات به صورت معیاری برگزار میشه، تمام بازیکنان خوب فوتسال افغانستان جمع شدن در این 8 تیم و در کنارش بازیکنان تازه و استعدادهای جدید هم حتما در این لیگ مد نظر کمیته فنی تیم ملی فوتسال افغانستان خواهند بود که یقین دارم که در ابتدا باید چون لیگ کابل است بیشتر تمرکزشانی باشه که تیم منتخب کابل بتونه که ایجاد بکنن و بعد از او در مسابقات ولایتی، چون در ولایت ما فوتسالرهای بسیار خوبی داریم که میتونن در کنار این فوتسالرها باشن که در آینده نزدیک تصمیم است تا مسابقات ولایتی گرفته شه و در نهایت تیم ملی و استعدادهای جدید برای تیم ملی کشف شه. در رابطه با مسابقات ولایتی و مسابقات سرتاسری صحبت کردید، آیا زمان برگزاری مسابقات مشخص است؟ من با آقای آقازاده صحبت کردم، دو روز پیش گفتن احتمالاً در بهار سال 97 این مسابقات برگزار خواهد شد. بله، در کمیته جدید، کمیته تدبیر مسابقات یا کمپتیشن روش کار میکنیم تا بتونیم که اولا لیگ های ولایت خود بتونیم منظم برگزار بکنیم، همزمان حداقل بتونیم که لیگ ها را برگزار بکنیم، قهرمانان هر ولایت همزمان مشخص بشه که کدام تیم در کدام ولایت قهرمان است و سهم بدیم باشگاه ها و کلاب های اصلی را که سالها سرمایه گذاری کردن روی فوتبال و فوتسال و در نهایت بتونیم که مسابقات سرتاسری را در بخش های مختلف داشته باشیم. فراموش نکنیم که فدراسیون فوتبال افغانستان در بخش ساحلی هم احتمالاً برنامه خاصی خواهد داشت. شما زنده و سلامت باشید. آقای سیدعلی کاظمی عزیز مسئول کمیته کامپیتیشن یا رقابت فدراسیون ملی فوتبال افغانستان همچنان با ما همراه باشید. نیمه دوم تا لحظات دیگر تقدیم شما خواهد شد. وقفه. مسابقات لیگ برتر فوتسال کابل، بازی بین دو تیم ظاهر اسد و امرخیل است. بازی که در نیمه نخست با نشه 3-1 به سود تیم ظاهر اسد به پایان رسید. نیمه دوم با هم شاهد هستیم و امیدوار هستیم مانند نیمه نخست یک نیمه جذاب و پرگل با هم شاهد باشیم. سعید مهدی هاشمی در آزمان تیم ظاهر اسد بازی را آغاز کرد برای فردوس نجیبی. بازیکن شماره 9 تیم علیرضا حسینی اشتباه کرد و در نهایت توپ برگشت داد. احمد رضایی موقعیت داشت که بی‌ثمر بود. خود احمد رضایی بر تیم امرخیل باید ضربه اوت بزنه برای امید حیدری. خود امید بازیکن
سابق تیم‌های ملی رده‌های سنی فوتبال کشور هم بود. امید حیدری یکی از بازیکنان خوب رده‌های سنی تیم‌های ملی فوتبال کشور هم بود. موقع دیگر بر ظاهر اسد و توپگیری خیلی خوب، توپگیری خیلی خوب از منیر کبیری. دوباره خود منیر رو باید بازی رو آغاز بکنه. منیر بازی رو آغاز میکنه برای احمد رضایی. امید حیدری اشتباه کرد، توپ از دست داد، توپ برگشت داد غلام عباس نظری. علیرضا حسینی، خود علیرضا رو به عقب برای غلام عباس نظری. فردوس، سمیم هنوز موقعیت داره که توپش احمد برگشت داد، توپ راهی آوت کرد احمد برای دروازه‌بان سعید مهدی هاشمی. فردوس اشتباه کرد، فردوس رو به راحتی توپ از دست داد و توپ بیرون رفت و منیر باید بازی رو آغاز بکنه. منیر برای احمد کبیری. صادق، ضربه صادق که بی‌ثمر است و برخورد کرد با بازیکنان تیم ظاهر اسد. امید حیدری، امید بازیکن خیلی خوش تکنیکی است. امید، خود امید دوباره برای محسن و امید گل دوم تیم احمر. خیلی به زیبایی و روی یک کار تمرین شده و گروهی و ترکیبی گل دوم به ثمر رساند تیم امرخل. بازی ترکیبی میان احمد، امید حیدری و در نهایت هم محسن و گلزنی امید حیدری. ببینید حرکت ترکیبی و دیدنی بازیکنان تیم امرخل راه را پیدا کردن برای زدن گل دوم و نتیجه بازی 3-2 شد به سود تیم ظاهر اسد. این گل میتونه خیلی تاثیر داشته باشه روی روند بازی و دوباره جان گرفت تیم امرخل. بازی رو بازیکنان تیم ظاهر اسد و غلام عباس نظری آغاز میکنه برای فردوس. خود فردوس که بی‌ثمر است و دروازه‌بان محمد اکبری صاحب توپ شد. دوباره محسن بازیکن خوبی نشان داده. احمد، امید حیدری، محسن، باز هم بازی ترکیبی بازیکنان تیم امرخل شاهد است. احمد، دوباره امید، احمد موقعیت داره، احمد، محسن، امید حیدری. ببینیم که گل سوم و گل تساوی رو باز هم امید حیدری به ثمر رساند. بازیکن خوش تکنیک و گلزن تیم امرخل. نتیجه 3-3 مساوی شد. تنها در 4 دقیقه تانستن که بازی را به تساوی بکشن. باز هم بازی ترکیبی و گلزنی دیدنی از امید حیدری نتیجه را 3-3 مساوی کرد. سید اکبر دوباره با بازی آمد، بازیکنی که در ابتدای نیمه دوم نشسته و تعویض شده بود. باز هم امید حیدری بی‌ثمر است. پرتاب آوت برای ظاهر اسد است. غلام عباس نظری، بازیکن شماره 7 صادق هم با بازی آمد. صادق صادقی برای سید اکبر بی‌ثمر است و پرتاب آوت. بازی را آغاز کردن بازیکن تیم امرخیل. احمد موقعیت داره، احمد و توپی را که عالی میگیره سید مهدی هاشمی. چه موقعیتی داشتن که جلو بیفته تیم امرخیل، ولی احمد قدر این موقعیت ندانست. موقعیت و گل، گل چهارم صمیم محسنی به ثمر برسانه. بازی خیلی هیجانی و دیدنی شده. صمیم محسنی 4th گل تیم ظاهر اسد در درون دروازه امرخل جای داد و نتیجه 4-3 شد. امرخل داشت خوب بازی میکرد، ولی 2 تعویض در ترکیب تیم ظاهر اسد. دوباره ظاهر اسد به بازی برگشتان و دانستن که گل 4th و گل پیروزی بخش تا حال به ثمر برسانند. بازم محسن برای تیم امرخل. برای منیر، احمد رضایی، توپش نرسید برای محسن. و سید اکبر دوباره بود بازی را آغاز بکنه برای تیم ظاهر اسد. بی‌ثمر است تاب آوت و بازی را از کنار زمین باید بازیکنان تیم امرخل بازی کنند. باز هم احمد رضایی برای امید حیدری. خود امید، ضربه امید که برخورد میکنه با سید اکبر و توپ برگشت داده میشه. صادق برای احمد. امید حیدری ضربه امید حیدری باز هم برخورد با
سید اکبر عمرانی و توپی که برگشت داده شد. باز هم امید صاحب توپ است برای تیم امرخیل. احمد رضایی برای صادق صادقی. خود صادق، احمد، موقعیت خوبی داره احمد. خود احمد، امید حیدری، موقعیت هست و توپی که به بیرون زد. به کجا زد دروازه خالی را احمد رضایی؟ به کجا زد احمد رضایی ضربه خودشه و توپی که از کنار دروازه به بیرون رفت. موقعیت عالی داشتن برای تساوی ولی قدر این موقعیت ندانست احمد و توپ به کنار دروازه زد. منیر کبیری برای احمد، احمد رضایی بازیکن شماره 10 تیم امرخیل. خود احمد برای امید، احمد، ضربه احمد و گل. جبران کرد اشتباه خودش احمد. باز هم بازی ترکیبی و دیدنی از احمد و امید حیدری نتیجه بخش بود و گل تساوی امرخیل به ثمر رسید. نتیجه 4-4 مساوی شد. بازی پایا پایا دیدنی را شاهد هستیم از دو تیم ظاهر اسد و امرخیل. صادق صادقی، باز هم احمد رضایی برای تمیم، منیر کبیری. برای دروازه‌بان محمد اکبری بی‌ثمر است. ضربه امید حیدری و در نهایت سعید مهدی هاشمی در درون دروازه ظاهر اسد صاحب توپ شد. غلام عباس نظری اشتباه کرد. باز هم 3-2 هستند. موقعیت ببینید که منیر چه خواهد کرد. منیر و سعید مهدی هاشمی که توپ گرفت و در نهایت ضربه صادق صادقی که از کنار دروازه به بیرون رفت. از کنار دروازه به بیرون رفت. باز هم محمد صمیم محسنی رو عقب کار میکنه برای غلام عباس نظری. خود عباس صاحب توپ است برای سید اکبر. سید اکبر عمرانی صاحب توپ است. باز کنه بلند بالا و خوش نیکس. البته این صحنه اش کرد و توپ به بیرون زد صادق صادقی. مهدی هاشمی ارسال او و توپی که با ضربه فردین رامکی به بیرون رفت. موقعیت برای تیم ظاهر اسد و توپی که در نهایت به سید مهدی هاشمی رسید در درون دروازه. لیگ به فوتسال کابل با هم شاهد هستیم. چهارمین روز این مسابقات و آخرین روز از هفته نخست این رقابت ها بین دو تیم ظاهر اسد و امرخیل. باز هم سید اکبر رو عقب کار میکنه. صمیم، ببینیم که صمیم چه خواهد کرد. خود صمیم، توپگیری خوب از صمیم. موقعیت است صادق صادقی و ضربه ای که سید مهدی هاشمی برگشت داد. باز هم امید حیدری. خود امید، ضربه خطرناک امید که از کنار دروازه به بیرون رفت. ضربه خطرناک باز هم از امید حیدری. اکبر صاحب توپ است برای صادق صادقی. دو تا صادق دارند در ترکیب دو تیم. صادق صادقی با شماره 7 برای تیم ظاهر اسد و صادق رضایی با شماره 9 برای تیم امرخیل. خود صادق صادقی ضربه او که توپی که مانع شد و راهی اوت شد سود تیم ظاهر اسد. ارسال بلند و ضربه خیلی بعد از سعید اکبر که با اختلاف بسیار زیاد به بالای دروازه رفت. دروازه‌بان محمد اکبری باید بازی را آغاز می‌کند. برای صادق رضایی، امید حیدری رو عقب برای منیر کبیری. ضربه منیر بی‌ثمر است و تو به غلام عباس نظری گرفت. برای بازیکن شماره 9 علی رضا حسینی، توپگیری خوب از منیر و در نهایت سعید مهدی هاشمی. خود اکبر صاحب توپ است برای علیرضا حسینی. صادق صادقی برای غلام عباس نظری بازیکن شماره 6 از تیم ظاهر اسد. باز هم صادق صاحب توپ است برای عباس و توپگیری خوب از منیر. خود منیر و به نظر میرسه بله اعلام خطا شده از منیر. خطای منیر به روی بازیکنان تیم ظاهر اسد. سعید اکبر برای علیرضا حسینی. علیرضا صاحب توپ است. کار ترکیبی خوب و خطا به روی علیرضا حسینی. خطا از بازیکنان تیم امرخیل به روی و
و تمیم داور این دیدار تمیم حسینی اعلام خطا کرد به سود تیم ظاهر اسد. بازیکن خیلی شوت زنی سید اکبر عمرانی، سید علی اکبر عمرانی، ببینید که چه خواهد کرد. شوت های خیلی خطرناک داره سید اکبر، ضربه سید اکبر و توپی که بی ثمر به بیرون رفت. بازی را آغاز می‌کنم بازیکن تیم امرخیل، صادق رضایی رو به عقب برای منیر، منیر کبیری، خود منیر، توپ نرسید به امید حیدری، علی رضا حسینی، خود علی رضا، منیر موفق‌تر و توپی که به سود امرخیل به بیرون میره. نتیجه کماکان تساوی 4-4 است برای دو تیم ظاهر اسد و امرخیل. صادق رضایی برای بازیکن منیر، موقع داره منیر، توپ به راحتی از دست داد منیر و توپی که صادق صادقی و درگیری بین او و سهراب حمیدی که موفق تر سهراب که توپ راهی اوت کرد. محمد اکبری برای منیر، امید حیدری توپ به راحتی از دست داد علیرضا حسینی، بازیکن خوش تکنیکی نشان داده علیرضا حسینی و در این صحنه ناموفق بود و توپ به بیرون رفت. محمد اکبری برای امید حیدری، امید صاحب توپ است برای سهراب، خود سهراب، سهراب موقعیت شوت زنی برای سهراب و توپی رو که به کجا زد سهراب حمیدی، همین چهره که با هم مشاهده میکنه. بازیکن شماره 11 تیم امرخیل، سید مهدی هاشمی برای سید علی اکبر عمرانی، خود اکبر صاحب توپ است برای صادق، اشتباه کرد سهراب، صاحب توپ سهراب، موقعیت برای صادق، ارسال صادق و توپگیری خیلی خوب از غلام عباس نظری، موقعیت برای اکبر، خود اکبر، ضربه اکبر، میتونست که صاحب توپ بکنه علیرضا حسینی را، خودخواهی کرد سید اکبر عمرانی، ضربه خودش زد که به گل تبدیل نشد، از بالای دروازه بیرون رفت. پوپل هم برای تیم امرخیل به بازی آمد، بازیکن شماره 4 تیم، پوپل جمال زای با شماره 4. غلام عباس اشتباه کرد، صادق، صادق رضایی برای پوپل جمالزای، پوپل رو به عقب‌تر برای سهراب، امید حیدری، خود امید صاحب توپ است، امید بازیکن خیلی خوش تکنیکی است، امید ضربه خودش زد که سید مهدی هاشمی توپ در اختیار گرفت. اکبر صاحب توپ است، سهراب توپگیری خیلی خوب از سهراب، امید حیدری، خود امید، اشتباه امید، موقعیت دارن، دو در مقابل یک هستن، ببینه که چگونه، و توپگیری خیلی خوب از محمد احمدی در دروازه‌بان امرخیل. بازی در دقایق خیلی زیبا و دیدنی شده، هر دو تیم سر و پا حمله حرکت میکنن و ضربه صادق رضایی و گل پیروزی بخش امرخیل. بازی در نیمه نخست 3-1 باخته بودن ولی 5-4 در نیمه دوم جلو افتیدن. چه ضربه ای زد و چه حرکتی کرد صادق رضایی، صادق رضایی، گل پنجم برای تیم امرخیل توسط صادق رضایی، بازیکن شماره 9 تیم. ببینیم حرکت صادق، خود صادق حرکت کرد، از کجا حرکت کرد، کاملا فضا را برایش باز کردن بازیکن تیم ظاهر اسد و گل پنجم به ثمر رسید توسط صادق رضایی و نتیجه 5-4 شد به سود تیم امرخیل. بازم غلام عباس نظری، غلام عباس رو به عقب برای سید علی اکبر عمرانی، خود اکبر صاحب توپ است، اشتباه کرد، پوپل توپ گیری کرد ولی باز هم اکبر صاحب توپ شد. صادق صادقی موقعیت و چه کار کرد علی رضا حسینی و تایم اوتی که گرفته شد برای تیم امرخیل. لیگ برتر فوتسال افغانستان، مبارزه علی قاچاق انسان و چهارمین روز این مسابقات، بازی بین دو تیم ظاهر اسد و امرخیل و تایم اوتی که امرخیل گرفت و نتیجه هم 5-4 است و 9:39 هم به پایان این بازی وقت داریم. صحبت های لازمه دارن مربیان دو تیم با بازیکنان خودشان و نتیجه ای که تغییر داد در نیمه نخست، در نیمه دوم بازیکن تیم امرخیل اختیارشان مشخص است، بازیکنان ظاهر اسد انتظار نداشتن پیروزی 3-1 در نیمه نخست تا حال با شکست 5-4 سفری بکنن. جمنازیم زیبا و دیدنی فدراسیون فوتبال افغانستان و
مسابقات لیگ برتر فوتسال کابل که با هم این مسابقات را در این جمنازیم زیبا از فدراسیون فوتبال افغانستان شاید استیم که در آینده برنامه های بعدی فدراسیون فوتبال افغانستان مسابقات سرتاسری فوتسال خواهد بود. شما بیننده های عزیز و علاقمندان فوتسال مسابقات از شبکه جهانی لمر به صورت زنده تماشا میکنه. باز هم سعید مهدی هاشمی برای اکبر، چندین موقعیت از دست دادن بازیکن تیم ظاهر اسد تا تیم عمر خیلی جلو بیفته. فوتسال بازی است که قدر موقعیت ها را باید هر تیم بدانه و تیم برنده خواهد بود و این موقعیت دیگری که از دست داد و باز هم صادق صادقی این موقعیت از دست داد بر تیم ظاهر اسد. امید حیدر نیمه دوم وقتی که امید حیدری راه هفتی داد تیم عمر خیلی هم راه هفتید. و همچنان این مسابقات به صورت زنده همچنان از تلویزیون جهانی لمر و از یوتیوب رسمی فدراسیون فوتبال افغانستان میتونه که تماشا بکنن هر روزه و همچنان همتنان از این مکلاقوند فوتسال و در شهر کابل هستن میتونن نزدیک هر روزه ساعت 9 تا 11 مسابقات در جمنازی هم فدراسیون فوتبال افغانستان به صورت کاملا آزاد و رایگان میتونن که تماشاچیان عزیز و همتنان از این ما به جمنازی هم بیان و این مسابقات تماشا بکنن. اکبر صاحب توپ است، درگیر است با منیر و با امید حیدری درگیر است. اکبر، خود اکبر رو به عقب برای صادق صادقی، غلام عباس نظری، خود عباس صاحب توپ رو به عقب برای صادق. صادق موقعیت داره، عباس موقعیت شوت زنی برای عباس و در نهایت محمد احمدی در آزمان تیم که بیرون آمده و ضد حمله برای تیم عمرخیل و ضربه نه چندان خوب از امید حیدری که به بیرون رفت. و تشکری میکنم از همکار عزیز ما قیصاری صاحب که منتظر صدای شیری نشستن و قیصاری صاحب در کنار ماست و از این بعد میتونه که با قیصاری باشه با ادامه این مسابقه. زنده و سلامت باشه کاظمی صاحب، تشکر از گزارش زیبایت و بازی جذابی که تماشا کردیم که با برتری 5-4 عمرخیل همراه شده. در نیمه اول عمرخیل بازی رو باخته بود، نیمه دوم این تیم متحول شد، بازی پرگل رو دیدیم و حالا 5-4 این تیم عمرخیل هست که حریف خودش را شکست داده. ظاهر اسد با دنبال رسیدن به گل مساوی هست. در این لحظات باقی مانده از بازی تماشاگران حاضر در محل برگزاری مسابقات را میبینید. توپی که برگشت میده محمد اکبری، این طرف سعید مهدی هاشمی و توپ رسید پاسو برای سعید علی اکبر عمرانی. کسب نتیجه در این مسابقه، کسب 3 امتیاز در این بازی به حال خیلی مهم و حیاتی خواهد بود با توجه به بردی که در همین گروه طوفان وزیرآباد داشته. فرصت برای زدن گل ششم و این هم گل ششم. حالا 6-4 شد کار، نتیجه 6-4. بازیکن 5 منصور حیدری موفق میشه دروازه حریف را، عبد السلام کنم، امید حیدری موفق شد دروازه حریف خودش باز کنه. 6-4، خوشحالی طرفداران عمرخیل، این پاسکاری سهراب عمیدی و امید حیدری و در نهایت امید حیدری که گل زد. عمرانی یک لحظه پرازیس داد، حرکت، توپ را محمد اکبری در اختیار میگیره. امید حیدری که گل زنی هم کرد و گل ششم عمرخیل را به ثمر رساند. بازی قابل قبول و نمایش درخشانی داشت در این مسابقه. توپ در اختیار بازیکنان ظاهر اسد بود. سعید مهدی هاشمی، پاس برای صادق صادقی، سمت چپ سعید علی اکبر عمرانی، خوده سعید علی اکبر عمرانی صاحب توپ هست. این ضربه او برخورد میکنه به یاران عمرخیل. حالا بازیکن 9 صادق رضایی، پاس بره یار هم تیمی و ضربه امید حیدری که در دو مرحله برگشت میرفت گل دیگری رو برای عمرخیل به ثمر برسانه که این اتفاق رخ نداد. تا اینجای رقابت ها و در 4 روزی که از زمان بازی ها سپری شده، این بازی من فکر میکنم بهترین و زیباترین و تماشاگر
پسندترین مسابقه لیگ برتر فوتسال کابل بوده. رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کابل الکوزای جنسینگ انرژی درینک را شما می‌بینید. رقابت‌هایی که با شعار مبارزه علیه قاچاق انسان در حال برگزاری هست. سعید علی اکبر عمرانی پاس او برای یار هم تیمی، پوشش خوب از احمد رضایی و توپی که محمد اکبری در اختیار گرفت. حالا سهراب حمیدی پاس اشتباه علی اکبر عمرانی و توپ رسید. خود علی اکبر عمرانی یک و دوی ناموفق توپ رسید و صادق صادقی، این ضربه صادق صادقی با پای راست و توپی که به بیرون رفت. محمد اکبری منیر کبیری از یک بازیکن گذشت، ضربه منیر کبیری در زاویه موافق توپ بیرون میره. علی اکبر عمرانی پاس برای یار هم تیمی غلام عباس نظری، پاسکاری بازیکنان زاهر اسد و توپی که دور شد توسط منیر کبیری. صادق صادقی پشت توپ هست و توپ را ارسال خواهد کرد با پای راست از سمت چپ، توپ برای غلام عباس نظری، بازم صادق صادقی، عباس نظری مقابل او صادق رضایی هست و توپی که به بیرون رفت. چهره آقای دین محمد صافی را میبینید، مسئول کمیته فوتسال فدراسیون ملی فوتبال کشور. کمتر از 4 دقیقه تا پایان زمان باقی مانده. این ضربه علی اکبر عمرانی هست، برگشت توپ و این طرف سید مهدی هاشمی به توپ رسید. علی اکبر عمرانی مقابل او صادق رضایی هست، از یک بازیکن گذشت، توپش در آغوش محمد اکبری قرار میگیره. منیر کبیری مقابلش غلام عباس نظری هست، بازی هم به نفع زاهر اسد متوقف شد. یک دو ناموفق، سهراب عمیدی توپ رو بایی کرد، پاس آخرش نرسید برای صادق رضایی. حالا بازیکنان زاهر اسد، علی اکبر عمرانی و باز هم دفع توپ. ببینیم زده حمله شکل خواهد گرفت که نگرفت و نتونه صادق رضایی توپ رو کنترل کنه. سید مهدی هاشمی پاس برای یار هم تیمی صادق صادقی، او با فردین راوکی، علی اکبر عمرانی سمت راست با غلام عباس نظری، حالا صادق صادقی صاحب توپ هست. 2 دقیقه تا پایان زمان باقی مانده. غلام عباس نظری توپ را منیر کبیری در اختیار میگیره، از بازیکن پیش روش هم عبور کرد. خطای سید علی اکبر عمرانی و کارت زردی که او دریافت خواهد کرد. بازی از گروه دوم رقابت رو در حال برگزاری هست. مسابقه که تا اینجا 6-4 به نفع امرخیل هست. در همین گروه تیم های طوفان وزیرآباد و صدیقی هم حضور دارند. طوفان وزیرآباد 3 امتیاز هست با تفاضل گل مثبت 2، حالا امرخیل هم 3 امتیاز شد، تفاضل گل این تیم هم مثبت 2 هست و دو بازی باقی مانده هر تیم از گروه B مسابقات میتونه بازی مرگ و زندگی باشه. حرکت خوب بازیکن 9 صادق رضایی، توپ رو با بازیکنان زاهر اسد و پاس پایانی صادق صادقی که جالب نبود. حالا بازیکنان عمقی به ارشک رسیدن به دروازه حریف، فرصت برای منیر و این ضربه صادق رضایی که با برخورد با بازیکن زاهر اسد در 1:12 تا پایان برخورد میکنه. باز هم فرصت سهراب عمیدی و سید مهدی هاشمی که در 2 مرحله توپ را تصاحب کرد. ضربه سر از سهراب حمیدی و حال دوست نداره نتیجه را از دست بده. امرخیل غلام عباس نظری، صادق صادقی موفق نشد توپ را
مهار کنه. ظاهر اسد یک خطا، امارخیل سه خطا تا اینجای کار. منیر کبیری ضربه او با برخورد و ربیع الله به بیرون رفت. این ارسال توپ جایی که محمد اکبری هست، ضربه بلند محمد اکبری، این ضربه سر در شرایطی که خروج هم کرده بود سید مهدی هاشمی. توپ حالا در سمت دروازه امرخیل هست، فرصت به محمد اکبری که این موقعیت را گرفت از بازیکنان زاهر اسد. سهراب عمیدی، منیر کبیری شوت بزنه، شوتش آخرین شوت این مسابقه خواهد بود که این کار را نمی کنه. بازی را آرام کرد و اینجا هم پایان مسابقه. برتری 6-4 امرخیل مقابل زاهر اسد در چهارمین روز رقابت های مرحله گروهی لیگ برتر فوتسال کابل. وقفه ای خواهیم داشت، بعد از وقفه در پایان بازی با معرفی بهترین بازیکن مسابقه با شما هستیم. احمد رضایی و موقعیت دیگر برای امرخیل که تو با تیر دروازه برخورد کرد و در نهایت این موقعیت هم که از دست رفت برای تیم امرخیل. خیلی بازی پرگل و زیبا و دیدنی را با هم شاهد بودیم. این گل بعدی که بازیکن تیم ظاهر اسد به ثمر رساندن و باز هم بازیکن تیم امرخیل نیمه دوم با هم می‌بینیم. نیمه نخست با نتیجه 3-1 به سود تیم ظاهر اسد به پایان رسید و در نیمه دوم با هنرنمایی امید حیدری ببینیم گل‌های امید حیدری را که چگونه به ثمر رساند و در نهایت تیم امرخیل با تیم بانجه 6-4 تیم ظاهر اسد شکست داد. بازم موقعیت دیگر و این موقعیتی که احمد از دست داد، چی موقعیتی را از دست داد ولی بعد از او جبران کرد خودش و احمد گل زیبایی را به ثمر رساند و بعد از او هم صادق رضایی دو گل پیروزی بخش تیم امرخیل را به ثمر رساند. در این صحنه ببینیم صادق رضایی ضربه دیدنی صادق و توپی که در درون دروازه جای داد. بازیکن شماره 9 تیم امرخیل و در نهایت موقعیت دیگه و باز هم امید حیدری گلزنی کرد برای تیم. امید حیدری هم در جمع تاترین گلزن هاست تا پایان بازی های نخست 8 تیم حاضر در لیگ برتر فوتسال کابل. و تشکر از تمام شما و با میپیوندیم با آقای قیصری در جریان بازی. وقت شما بخیر باشه. در یک بازی پرگل زیبا و تماشایی امرخیل موفق شد 4-4 ظاهر اسد رو ببره. همه چیز برخلاف نیمه اول اتفاق افتاد و تیمی که نیمه اول رو باخته بود موفق شد در نیمه دوم در یک بازی فوق العاده تماشایی و دراماتیک حریف خودش را شکست بده. امید حیدری بازیکن جوان امرخیل هم به صلاح دید و تصمیم کمیته فنی برگزار کننده مسابقات به عنوان بهترین بازیکن این مسابقه انتخاب شد. امید عزیز اینجا هست، بازیکن تیم فوتسال امرخیل. امید جان سلام، تبریک باشه. در این مسابقه درخشیدی و خوب بازی کردی برای تیم فوتسال امرخیل. سلامت باشین، تشکر میکنم از شما. تمام بچه ها کوشش کردن، خب
زحمت‌های خودونه کشیدن دیگه، هر کی زحمت بکشه نتیجه‌ش هم میگیره. چی فکر می‌کردین نیمه اول 3 به 1 باخته بودید، در نیمه دوم نتیجه تغییر کرد و بازی به هر حال به نفع شما به پایان رسید؟ کوشش‌های خودونه کردیم، نتیجه‌ش هم گرفتیم دیگه. می‌خواستیم بازی رو ببریم که خوشبختانه هم بردیم. بین دو نیمه چه اتفاقاتی افتاد؟ آقای رضایی چه صحبت‌هایی رو با شما داشت؟ چیز صحبت‌هایی رو که یک ترنر می‌خواد انجام بده، کلاً در رخکن روحیه دادن به بازیکن‌ها است که با بازیکن‌ها توانست روحیه خوب بده. چی فکر می‌کنید در رابطه با ادامه مسابقات؟ مسابقه بعدی امرخیل با طوفان وزیرآباد خواهد بود. برنده‌های این گروه به مساف هم خواهند رفت، سایر اسد هم به مساف صدیقی خواهد رفت. بازی بعدی شما مقابل طوفان وزیرآباد است. انشالله کوشش میکنیم بازی خوب کنیم و مسابقه رو ببریم. تشکر، تبریک باشه، همینجا با ما هستی. همچنان من دعوت میکنم از آقای الله محمد احمد زای نماینده مؤسسه فاردی که جایزه بهترین بازیکن میدان را اهدا کنه، 3000 افغانی جایزه نقدی را دریافت خواهد کرد. امید حیدری عزیز، آقای احمد زای و جایزه که دریافت میکنه امید حیدری، تبریک باشه برای امید حیدری. انشالله همچنان بدرخشه، بازیکنان خوب جوان و مستعدی را لیگ برتر فوتسال کابل تا اینجا معرفی کرده و رقابت های فوتسال کابل و تیم ملی فوتسال هم مطمئنا میتونه از این بازیکنان استفاده خواهد کنه. تشکر، تشکر از هر دوتون، بخیر باشه. و از آقای جعفر رضایی دعوت میکنم اینجا با ما باشند، مربی تیم برنده. تبریک باشه رضایی صاحب، بازی را بردید در صورتی که نیمه اول به حال نتیجه به نفع شما نبود و بازی را باخته بودید. چه اتفاقاتی افتاد و چی گفتید برای بازیکنان؟ رفتیم داخل رخکن، بچه‌ها رو رویه دادیم، انشالله گفتیم که کدام چیزی نیست در فوتسال، دو سه گل چیزی نیست، ولی خوبه بچه‌ها رویه گرفتن و اومدن بازی خوب بازی کردن، بردن بچه‌ها. بازی بعدی شما مقابل طوفان وزیرآباد خواهد بود، مساف برندگان دیدار نخست. انشالله که ببینیم، ما در بازی تلاش خودمون میکنیم، ما تیم خیلی خوب است، از بازیکنان ملی پوش بهره مند است، ما سعی میکنیم که انشالله مقابلش یک بازی خوب انجام بدیم. و آیا سود خواهید کرد از این مرحله؟ فکر میکنم بازی نخست خیلی مهم بود، پیروزی در این بازی و شما به این مهم دست پیدا کردید. بله، ما گفتم، من در مسابقه اولم گفتم که بازی اول خیلی مهم است و انشالله که ما ببریم و بردیم، ببینیم که بازی بعدی چیکار میکنیم. آیا تغییر در ترکیب تیم شما ایجاد خواهد شد در بازی دوم با توجه به اینکه طوفان وزیرآباد از بازیکنان ملی پوش مثل علیرضا قربانی و فرزاد محمودی استفاده میکنه؟ خب ببینید، در طول تمرینات ببینیم چه رقم است، بچه‌ها چه رقم میشه، ان شاءالله ببینیم چی میشه. تشکر. شما سلامت باشید، واسم براتون تبریک باشه. تشکر. آقای جعفر رضایی مربی تیم فوتسال امرخیل، تیمی که در چهارمین روز از رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کابل الکوزای جنسینگ انرژی درینک به برتری رسید مقابل حریف در یک بازی فوق‌العاده تماشایی و پرگل که 10 گل داشت و در نهایت این آبی پوشان فوتسال کابل بودند که موفق شدن حریف خود را شکست بدن. فردا در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کابل صداقت به مساف دانشگاه دنیا خواهد رفت. صداقت بازی نخست خودش را با نتیجه 5-1 مقابل فیصل شریف و پیروزی رسیده بود. دانشگاه دنیا روز گذشته شکست خورد با حساب 10-3. باید ببینیم در مساف برندگان و بازندگان بازی روز نخست چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. همچنان مسابقات لیگ برتر فوتسال کابل ادامه خواهد داشت. شما اگر علاقمند تماشای مسابقات لیگ برتر فوتسال کابل هستید، میتونید که تشریف بیاورید و محل برگزاری مسابقات جمنازیوم فدراسیون ملی فوتبال کشور و این مسابقات را از نزدیک تماشا کنید. تا فردا بازی صداقت و دانشگاه دنیا، همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.